أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. در این آیه اشاره به اینه که این احکامی که اسلام شریعت توسط خداوند توسط پیغمبر فرستاده مخصوص به مردم اون او زمان نیه. بعضی ادعا کردن که دین اسلام فقط برای عربا بوده، شبیه دین یهود و شریعت موسی که برای خصوص بنی اسرائیل بوده. خب یک حرف بی پایه در این آیه میگه که و آخرین منهم لما یلحقو بهم. این چیزی که پیغمبر آورده یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این قرآن و سنت مخصوص نسل فعلی نیه، دیگرایی هم که از اینها بیاین به اینها ملحق میشن، همی احکام بر اونها هم جاری میشن. مسئله خاتمیت پیغمبر بزرگوار اسلام که او خاتم النبیین و بعد از قرآن دیگه وحی نازل نمیشه، این در دین اسلام قطعیه، آیات زیاد داره. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، ما تو را نفرستادم مگر برای بر تمام مردم تا قیامت، اما مکلفا. خب و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادم مگر رحمت برای تمام جهانیان یا برای تمام جانها، همه جانها. رسالت تو مخصوص به یک قوم و یک دسته و یک اثر نیه، برای همه جهانیان یا جانها ما تو را فرستادم. از این قبیل آیات قرآن مجید و این معنی از آیات قرآن مجید استنباط میشه. در یک حدیث متواتر قطعی از پیغمبر اکرم که نقل شده که دانشمند مشهور محترم اسلامی جلال الدین سیویتی میگه این خبر از جمله متواترات هست، یعنی قطعیه، که پیغمبر اکرم به حضرت علی فرموده انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو به منزلت تو مثل برادر مایی، به امو منزلتی که هارون برادر موسی در پیش موسی داشت تو هم داری، پیش من به منزله هارونی، یعنی برادر مایی. اونجی هم موسی رسول بود هم هارون، هر دو تا از رسولان خدایه. این شبه پیدا می شد که یعنی علی رسوله، پیغمبر اکرم بلا فاصله می فرمایه که الا انه لا نبی بعدی، بعد از ما دیگه نبی نیه، نبوت ختم میشه، تو برادرم هستی ولی پیغمبر نی. می بینید این قطعیه که این حدیث از زبان پیغمبر اکرم صادر شده. آیات قرآن قد روشن بودن این قضیه که بعد از اسلام دیگه دینی نیه، این 100% قطعیه. میخوام اینجا یک توضیح بدیم، نبوت هایی که گذشته آمد، پیغمبرانی که آمدن، از دو جهت محدودیت داشتن. یکی از جهت زمان، یکی هم از یعنی از طول و از عرضش. عرض نبوت ها برای همه یک بشر کره زمین نبوده. حضرت موسی را شما بخوانید در قرآن زیاد قصه‌ایش، داستان حضرت موسی تکرار شده، فقط برای بنی اسرائیل. حضرت عیسی هم بر بنی اسرائیل مبعوث شد. ارسلنا نوحا الی قومی، حضرت نوح به سوی قومش مبعوث شده. حضرت ابراهیم هم بر تمام بشر نیه. بعضی هم می گفتن، می ادعا می کنن که حضرت نوح بر همه
کره بر همه بشری روی زمین فرستاده شده بوده. نبوت او از جهت عرضی تعام بوده، ولی از قرآن مجید درست استفاده نمیشه. در بین تمام انبیای بزرگواری که گذشته در قرآن یا در احادیث معتبر ایره نداره که یک بر تمام بشر روی زمین مبعوث شده باشه، همچی چیزی نیه. هر کدوم بر قوم خود در یک منطقه خاص بر یک مردم خاص مبعوث شده، و دلیل عقلی هم داره این موضوع که او اثر ارتباطات ممکن نبود. چی قسم یک پیغمبر در یک شهر مبعوث، در یک قریه مبعوث شوه و بر همه مردم واجب باشه که از این پیروی کنن؟ این پیغمبر نمیتوانست که رسالت خود به گوش مردم برسانه. نه تلویزیون بود، نه رادیو بود، نه تلفن بود، هیچی نبود. چه قصه میتوانست بسه؟ این هم ممکن بود. این یک محدودیت. محدودیت دیگرم محدودیت زمانی بود. هر پیغمبر برای یک زمانی آمد که مطابق ایجابات زمان مردم ارشاد کنه. هیچ پیغمبر برای همیشه نیامد. شریعت حضرت نوح طبق بعضی از احادیث معتبر تا زمانی بود که حضرت ابراهیم آمد، او شریعت نسخ شد. دیگه شریعت برای انسان آمد، قانون دوم آمد. شریعت حضرت ابراهیم در بین همه بود، ولی در بین بنی اسرائیل تا زمانی که موسی نیامده بود رسمی بود. وقتی که حضرت موسی آمد در بین بنی اسرائیل، شریعت حضرت ابراهیم خلیل نسخ شد. این شریعت حضرت موسی بود تا زمانی که حضرت عیسی آمد، او هم نسخ شد. شریعت حضرت عیسی در بین بنی اسرائیل بود تا زمانی که پیغمبر آخر الزمان آمد. ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، تو خاتم نبیینی. نبو یا خاتم بگویم هم درسته. دو قسم خوانده شده، خاتم النبیین، خاتم النبیین، هر دوش درسته. خاتم النبیین هم خاتم خوانده شده هم خاتم. خاتم یعنی ختم کننده انبیا. خاتم مثل که میگم انگشتر خاتم میگن. خاتم ما یختم و به او چیزی که با او ختم میشه. هر دو یک معنا را پید در اینجا یک معنا را افاده میکنه. بعد از پیغمبر ما دیگه پیغمبر نمیایه، بعد از قرآن دیگه کتاب آسمانی نمیایه، بعد از سنت پیغمبر دیگه سنت وجود نداره. خب پس پیغمبر ما به گفته قرآن خاتم النبیینه یا خاتم النبی، خاتمه خاتم النبیین بگویم یا خاتم النبی، خاتم النبیین بگویم، خاتم بخانیم یا خاتم، هر دو یکیه برای همه بشریت. دو تفاوت بین رسالت پیغمبر ما با سایر انبیا پیدا کرد. یکی این که دین اسلام برای همه کره بشره. خدا میدانست که آیسته آیسته عصر ارتباطات پیدا شد، با وجود می آید. مثل که الان ما در عصر ارتباطاتیم، تلفن پیدا می شه، تلویزیون پیدا می شه، انترنت پیدا می شه. ببین من نمی دانم که بعد از 50 سال دیگه علوم پیش میره دیگه چی پیدا می شه. الان اما صدای انسان به هر جا می رسه، چی خوب باشه چی بد، چی حق ترویج کنه چی باطل، می توانه که قسمت عمده روی زمین به ظرف یک ساعت با خبر بسازد. همی عصر ارتباطات. یکی از ایجاد که بر عمه بشره. این را میگم وسعت طولی. دیگه نبوتا نداشته. با هر جا یک پیغمبری بوده. اما این که برای تمام بشر باشه، دین اسلام که برای عمه جایه. یک فرق. فرق دیگرش اینه که نبوت و رسالت و شریعت اسلام از او روزی که پیغمبر اکرم مبعوث شد تا به روز قیامت دوام داره.
در یک حدیث معتبر در اصول کافی داره، حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام حرام الى یوم القیامه. حرام شریعت تا روز قیامت که پیغمبر اسلام آورده و حلالش هم تا روز قیامت حلال. پس ای برای همه بشره. از او صحبتایی که عرض کردم بینندگان عزیز وجه منطقی شرم فهمیدن، دلیل قانع کننده رم فهمیدن که احکام اسلام بر اساس فطرت انسان استواره. شریعت او معنی پیشرفت و ترقی و تکامل انسان در جهان امروزی نیه. ببین اسلام سه مسئله داره. یک عقایدشه. عقاید اسلام تا به امروز مثل دودو چاره، مثل تسلیس به بنبست نمیرسه که یک مساوی سه میشه. هر کس میفهمه. فلسفه آمد و تمام عقاید اسلامی را مستدل کرد، دلائل عقلی هم بر روی قامه شد که همه صحیح بوده. یک قسمت از اسلام. قسمت دیگری که در قرآن و سنت آمده از کائنات خبر داده، از کاکشان ها خبر میده، از تبعی بشر خبر میده. اینا امروز تمام اینها با واقعیت رسید. تا زمانی که علم نجوم و علم هیئت پیش نرفته بود و هیئت بطلمیوسی بر جهان حکومت میکرد، یک ادعایات قرآن کس جرأت نداشت ترجمه کنه، چون با علوم روز مخالف بود. ولی وقتی که علم هیئت در قرن 18 و 19 پیش رفت، آیات قرآن تازه فهمیده شد. علم نه تنها ای آیات قرآن را بی قیمت نکرد، که به قیمت قرآن افزود، حقانیت قرآن ثابت کرد. او چیزایی که امروز ستاره شناسا به ما میگه، اینا همه به آیات قرآن به وسیلی اونا بهتر فهمیده میشه. ای دو قسمت. قسمت سیوم شریعت بکنکوی شریعت، ای واجب ای حرام، ای رتمن بجا بیار او رتمن بجا نیار، او اگر بجا بیاری خوبه، او اگر ترک کنی خوبه، ای اگر بکنی اگر نکنی مساویه. حکام خمسه اسلامی، وجوب و حرمت و مباح و مکروه و مستحب، اینا با زندگی بشر هیچ منافات نداره، و بلکه اونمون قسم که گفتم کل اینا برای زندگانی انسان ها مفیده. بنابراین خاتمیت پیغمبر اکرم ام از نظر قرآن قطعیه که دین اسلام تا روز قیامته، و ام از نظر منطق و عقل ام درست. دین اسلام آخرین دین هایه و شریعتش آخرین شریعت هایه و کتابش هم آخرین کتاب هایه، تا روز قیامت ادامه داره. یک عرف دیگر، قرآن می فرمایه که تو ختم النبیینی. پیغمبر می فرمایه که لا نبی بعدی، بعد از ما دیگه پیغمبر نیه. الان تقریبا 1300 سال از او زمان گذشته، قرآن صدق قرآن و فرمایش پیغمبر اکرم ثابت شد، دیگه پیغمبر نیامد. در این 1300 سال که نیامد، این مقدارش تجربه هم شد که هیچ پیغمبری نیامد. مدعی ادعا کرده بودن به دروغ، به دروغ ادعا کرده، اما کسی نیامد بعد از پیغمبر ما که او معجزه قامه کنه و برای مردم نبوت خود اثبات کنه. پس تا به روز قیامت که میگیم او به وسیله قرآن ثابت میشه، و به وسیله مراجعه در عقاید اسلامی، در شریعت اسلامی که مخصوص به یک زمان نیه و برای همیشه هم مفیده. و قرآن هم میگه که تا روز قیامت هست، نذیرا للبشر، وما ارسلناك الا كافتا للناس ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ها
ای آیات. ولی بر علابی منطق و دین و قرآن و سنت تجربه 1400 ساله ثابت کرد که بعد از تالان هیچ پیغمبری نیامد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.